وایفنلوچیو لوچیو نمیدونم چقدرتون میشناسید دشمن خونی یانگساگه وایفنلوچی لوچی کسیه که جنگ وایفن و یانگساگ بذار این زاویه رو عوض کنم نه میبینید دیگه جنگ وایفن و یانگ ساک، چیزیه که باعث شده الان هر دو نفرشون توی زندان به سر ببرن و هر دوتاشون هم مستقیما به قتلایی وصل شدن که توی این گنگواره رفت و برگشتی اتفاق افتاده اما شرایط متفاوتی دارن شرایط متفاوت اول بذار نقطه مشترک ها رو بگم هر دو نفر این آدما او توی آتلانتا بزرگ شدن هر دو نفر این آدما عضو یه گنگی توی آتلانتان یانگ ساگ مر... آرتیست معروفتر داستان ما و کسی که تو ایران به طور خاص طرفدار خیلی داره و خیلی از موج ج... خیلی از حجم زیادی از آرتیست های موج جدید ایپاپ فارسی از یانگ ساک الگو میگیرن واسه امضاهایی که انتخاب میکنن یانگ ساگ عضو گنگ وایسل بوده و لوچی عضو گنگ وایفن بوده این دوتا گنگ قضیه واقعی خیلی پیچیده تره یعنی اتفاقی که تو واقعیت افتاده خیلی پیچیده تره چون تعداد گنگایی که توی آتلانتا وجود داره مثلا یکی دو تا نیست بعد اونجا مثلا سی تا گنگ رو در نظر بگیریم ولی اینجوری در نظر بگیریم این دوتا گنگ و دوستاشون با همدیگه مشکل اساسی داشتن خب و این مشکل اساسی که داشتن از یه طرف باعث شد یانگ ساک و بقیه اعضای وایسل برن دانوان پینات تامس رو بکشن یکی از گنده ترین بلادای آتلانتا و بالاخا و بالا دستی وایفن و مدیر برنامه های وایفن لوچی برن اونو بکشن و از اون طرف باعث یه اتفاق دیگه ای شد یه قتل دیگه ای شد که وایفن لوچی و الان چندین ساله که تو زندان انداخته راجع به پرونده یانگ و قتلی که انجام دادن مفصل صحبت کردیم توی <applause> اون کانال بیگنی ما دیدا نمیتونیم بیاین ببینین ولی اگه لازم بود بعدا زیاد از هم بخواین بهش صحبت میکنم ولی امروز و الان میخوام راجع به داستان وایفن لوچی صحبت کنم به طور خاص کسی که به خاطر اینکه یانگ خیلی معروف داره اسمش رو کمتر میشنویم و داستانش کمتر به طور خاص مثلا توی کشورهایی مثل ایران که فقط سراغ آرتیست معروفترا میره معمولا چرخه اخبار داستانش کمتر بهش توجه میشه اما داستان وایفنلوچی، لوچی واقعا یکی از عجیبترین داستانایی که من تا الان توی کل مدتی که داشتم آرتیست های مثلا ها رو دنبال میکردم بهش برخوردم و قبلا هم فکر کنم کوچولو کوچولوی یه تیکه بهتون گفته بودم اما این هفته یه ای اتفاق عجیبی افتاد پرونده های یانگ ساگ و وایفنلوچی جفتشون در جریانه و تو پروسه جلو رفتن پرونده ها دیدیم که سانتایمز یه مجلهی نه نه و تو جلو رفتن پرونده ها دیدیم که تی ام زی یهو از ویدیوی اون قتلی که وایفنلوچی در گیرش بوده پرده برداری کرد و کل ویدیو نحوه برخورد اکیپ با لوچی با دشمناشون اینکه تیراندازی چجوری شد کی مرد چه جوری مرد و در نهایت چه اتفاقی افتاد رو میتونید توی ویدیو ببینیم خب آخر این ویدیو آخر این صحبت هایی که کردم و داستان رو تعریف کردم واسه تون میریم سراغ ویدیو و جزئیاتش رو باز میکنم ولی قبل از همه چی باید یه سری, جز... یه سری دیتیل رو با... با در میون بذارم کل اتفاقایی که در این راجع بهش صحبت میکنیم تو سال 2020 اتفاق افتاد وایس یه لحظه من این پرونده رو پرونده طور زیر دستم دارم و بازش کنم می‌گیم چی میگم همه این چیزایی که داریم میگیم توی سال 2020 اتفاق افتاد وای فنلوچی خب وای فنلوچی کسی بود که همراه یانگ معروف نشده خیلی مدت زمان بیشتری طول کشید تا اینکه بتونه به یه شهرت نسبی دست پیدا بکنه و بتونه پول خوبی در بیاره از هیپ و حدود سال 2020 بود که بالاخره کل تلاش هاش ثمره داد و تونست یکی از ماشینه مورد علاقه من اگه میخواستم یه موقع پول زیاد داشتم میخواستم بخرم رو بخره و اون میبک جیل میبک 600 آره میبک جیلس 600 سفید که بیشتر از 220 هزار دلار قیمتشه میره و این ماشین رو میخره فرض کن وایفن لوچی بعد از اینکه سالها زحمت کشیده رپ خونده دیده که دشمناش تونستن به معروف ترین رپرای دنیا تبدیل بشن میبینه که یانگ ساک که دشمن خونیشه و تقریبا بابای معنویشو کشته میره با دریک فیت میده بالاخره بعد از سالها تونسته به یه شهرتی دست پیدا بکنه و یه پولی در بیاره و با اون پول اولین کاری که میکنه میره یه میبک جیلس سفید میگیره میبک جیلس شیش سر سفید میگیره اینه خب میره این ماشین رو میخره البته این مدل 2022 شه اون موقع میره مدل 2020 شو میخره به تب دیگه این ماشین 220 هزار دلار قیمتشه و کل داستانی که از الان به بعد میخوام باهاتون به اشتراک بذارم و با این پیش فرض در نظر داشته باشید که این آدم ها از توی یه ماشین 220 هزار دلاری این داستانه این, ات... این کارایی که دارم میگن رو انجام دادم خب بذارین سیگارم رو روشن کن. کنم صدام برگرده بعد بیریم سراغ اصل داستان رو تعریف کنم پس تا اینجا داستان اینجوری شد وایفن لوچی دشمن یانگ ساگه 2020 سینا تونسته پول دارشه یه نو میبک جیلس 600 بگیره الان پس فهمیدین کجا این دیگه ما الان به اینجا رسیدیم که وایفن لوچی این دوستمون سال 2020 معروف شد رفت یه میبک یه مرسدس بنز میبک جیلس 600 مدل 2020 خرید خب این ماشین رو میخره و فرض کنی شما ماشین بخرین اولین واکنشتون چیه مثلا من ماشین فرض کن بخرم من فرض کن 90 و فروختم رفتم یه دونه مگان خریدم خب مگانو که خریدم اولین کار موقعی که ذوق دارم اینه که میرم دوستامو سوار میکنم دیگه یا میرم میرم دوستامو سوار میکنم دیگه مثلا رامتین و فرشادو سوار میکنم میگم وای مگان خریدم بیاین ببینید فلان فلان محبود قلب منی بیایم ببینیم فلان فلان این چیزا این هم همین کارو میکنه وایفن هم دقیقا همین کارو میکنه وایفن فل لوچی کن میبک جیل 600 رو گرفته میگه وای بالاخره ماشین خفن داریم حاجی مال خودمونه بریم اشغال کسبازی فلان فلان فلان, فلان. خب رفیقاشو میره سوار میکنه یهو سوار میشن شروع میکن فرض کن وایفن با سه تا دیگه از رفیقاش تو ماشینن یکی بغلش نشسته دو نفرم پشتن فازش رو میگیرن رو میگیرن که آره این چاغالا شنیدم که پیشب استوری گذاشتن کوشر گفتن منم اصلا امرام داداش بریم غرب آتلانتا محلشون بعد اینجوری دنده میخورن یعنی فرض کن وای فنلوچی بنده خدا با است اصلا مثل اینکه واقعا وای هم نمیخواسته این کارو بکنه یعنی دلش راضی نبوده که برن این کارو بکنن تو ماشین 200000 دلاری که همون روز خریده ولی دنده میخوره و اینجوری میشه که اسمش چیه بریم 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 مادرشون رو بریم اون چیزا خب و وایف لوچی ماشین رو میگیره با میبک میرن غرب آتلانتا یکی از بدترین محله های آتلانتا اصلا ویدیوشو پلی کنم خود فرم محله رو ببینین شبیه اصلا بدترین محله های ایرانی شکلی نیستن خب میرن اونجا از توی مرسدس بنز میبک جیلس 600 دیویس هزار دلاری خب یهو دو تا از دوستای یکی از صندلی کمک از یکی از صندلی کمک یکی از پشت صندلی راننده از ماشین پیاده میشن پس یه پاشین رو میذارم بیرون ماشین ماشین وایساده شروع میکنم به تیراندازی به یه ماشینی که عقبتر بود یه اکیپی که عقبتر وایساده بودن اونا کی بودن اونا اعضای فور پی اف بودن گنگ لیل بیبی اینا ولی اونا چون با وایسل اوکی اینا با همشو مشکل دارن میگیری چی میگم فرض کن وایسل بودن حالا اونا یکی از اعضای فورپی اونا اعضای فورپی بودن اینا یهو فرض کن با که رفتن محله دشمنشون دارن دور دور میکنن دنبال دشمنه میگردن یهو یه ماشین میبینن توی ویدیو قشنگ میتونی ببینی آروم از بغل ماشینه رد میشن میبینن دشمنشونه میباک میباخ بگم فارسی شو دیگه میبک هر سری نگم دیگه میباخ دیویس هزار دلاری و دو نفر ازش پیاده میشن شروع میکنم به با فکر کنم اصلا اوتوماتیک هم. از فکر کنم کلاش دور یه یه با اون شروع میکنن تیراندازی کردن به سمت اون ماشین مشکیه که اعضای 4PF توش بودن حالا به قتل صحبت کردم ولی نگفتم کی مرده پس تا اینجای ای داستان میدونیم که وایفن لوچی ماشین میخره بعد خدا بعد یه عمر جون کندن 200 هزار دلار پول جمع میکنه میره ماشین میخره رفیقاش رو سوار میکنه رفیقاش به این اصلا خودش یه تیرم نمیزنه از ماشینم پیاده نمیشه فقط قایم شده زیر فرمون رفیقاش دنده میدن بهش بریم محله دشمنامون میرن اونجا دشمنه رو میبینن پیاده میشن تیراندازی بکنن تا اینجای ای داستان این اتفاق افتاده ولی نگفتم کی مرده اگه داستان عادی باشه که همیشه پیش میاد داستان همین عجیب غریبه یه اون کسی که خواستم بهش تیراندازی بکنم میمیره دیگه خب ولی تو واقعیت داستان یه اتفاق دیگه ای میفته وایفن و سه تا دوستش تو ماشین بودن همین ماشینیه که اینجا میبینید یکی از این ماشین مشکی این عقبتر وایساده و اینا الان این از پشت صندلی راننده پیاده شده داره تیراندازی میکنه اینم میبینید این آدم همینجا وایساده داره تیراندازی میکنه از اون طرف اعضای فور پی اف که سمت اون ماشینه بودن هم اسلحه داشتن و اونام شروع میکنن به تیراندازی کردن این دوستمون که داره تیراندازی میکنه از پشت وای یه پاش یعنی اینجوریه که مثلا نیمیچه رو صندلی عقب نشسته سرش و برده بیرون داره تیر میزنه موقعی که داره واسه سومین بار این کارو میکنه سومین تیرش رو بزنه یه دونه تیر مستقیم میاد میخوره وسط صورتش و تقریبا وسط دو تا چشمش یه سوراخ باز میکنه و در واقع یکی از همون کسایی که اومده بودن توی محله فور پی اف که بیان و دشمنشون رو بکشن به قتل میرسه و یهو واسه الان خودتونو جای وایفن قرار بدین وایفن لوچی فکر کن رفته سه تا از نزدیکترین دوستاش رو سوار کرده سوار میباخ 200 هزار دلاریش کرده رفتن یه محله‌ای بعد سر دنده خوردن دشمناشونو دیدن یارو سرش از ماشین برده بیرون شروع کرده تیر زدن یه تیر خورده وسط دو تا چشش سرش سوراخ شده اینجوری که مغزش پاشیده رو سقف میواخه وای اه... رو سقف و بدنه مغز اون دوستشون که مرده اون موقع چی کار میکنن اینا اتفاقی که میفته این پرونده میگم هی hey, عجیب و عجیب تر میشه اینطوریه زندمون چیه داداش میگم سوراخ شد وسط سرش اتفاقی که میفته اینه که در جا این سه نفری که زنده موندن توی ماشین وای فنلوچی وضعیت رو میبینن وای فنلوچی پاشو میذاره رو گاز در صندلی عقب همچنان بازه این یارو اینجوری جسد تیر خورده اینجوری ول افتاده لگت میزنن از ماشین پرت اون دوستشون که مورد صورتش تیر خورده رو در حین حرکت لگت میزنن از ماشین پرت میکنن بیرون خودشون فرار میکنن خیابون وفا نداره بچه ها حتی به پلیس هم زنگ نمیزنن حت... یعنی حتی به آمبولانس هم زنگ نمیزنن و در نهایت یکی از همسایه هایی که توی این خونه های این دوروور بوده کسیه که به آمبولانس زنگ میزنه و اون تماسش یکی از ترسناک ترین چیزایی که میتونیم ببینید توی تماسش صدای نفس آخر اون دوست وایفن لوچی که در جون میده رو میشنوین توی همون تماس نفس آخر رو میکشه و میمیره اون تماسش هم هست ولی قبل از اون بذاریم بریم ویدیو رو ببینیم بعدش بریم سر اصل داستان دو تا زاوی است خب یه اینجوریه که یه کوچه است فرض کن داریم میبینیم محله رو چقدر کیری و افتضاحه من میگم آتلانتا جا کیری ما... ش... میگم محل کیریاش خیلی تخمیه 2020 میبینید پنج بر از هم کله این اتفاق افتاده یعنی حتی وائن... حتی نصف شب هم نرفتن این کارو کنن ب... با تابلوترین ماشین ممکن تو این محله که کسی میباخت جیل 600 نره 200 هزار دلار هیچ مجموعا کل آدمای این محله 200 هزار دلار پول ندارن با تابلو ترین ماشین ممکن رفتن دیریل کنن میدونی چی میگم یعنی کلا اون چهار نفر رو همدیگه اندازه یه آدم متوسط نبود ولی یه اتفاق دیگه ای که میفته خب اتفاق با که میفته با که اتفاقی که میفته اینه که الان اون میباخه توی این جاده خاکی آسفالت بیگایی چیه آروم آروم میاد نکنین بذار اتفاقا بذارم فکر صدا نره البته این ماشینه اون یکی ماشینه است مشکیه رو میبینین میباخ هم تراکه همجوری شاسیه این زاویه اوله این وایفن لوچین هست میبینی سند شیشه همه شیشه ها دودیه واسه اینکه تو ماشین معلوم نباشه بگید ماشین رو نکن چقدر داره برق میزنه وسط این محله میاد از کنار اینا رد میشه آروم نگاهش میکنه همه اینام زل زدن به این ماشینه که این کیه میبینی چی میگم میبینی؟ اینجا وایفن داره با ماشینش میره یه ماشینی هم دنبالشه مثل اینکه این مشکیه دشمناشونن میبینی جفتشون آروم میشن میریم واسه دوربین بعدی بذارین یه لحظه میخوام اینو کامل ببینیم این یه دوربینه دیگه است خب میبینی اینجا میباخه وای میسه جلوی در این خونه است صاحب همین خونه زنگ میزنه به پلیس در نهایت میگه که یه نفر داره جون میده اینجا میباخه وای میسه اینم آروم رد میشه خب اینجا الان پیاده میشه شروع میکنن تیراندازی از اون ور ماشین از صندلی کمک یه پیاده میشه از این ورم این پیاده میشه میبینی نصفه پیاده میشه یه پاش تو ماشینه تیر داره میزنه این وایفن لوچی هم خواهی کرده داره میره این رو انداخت تو ماشین نشست که داره میره عقب تیر بزنه کن یه تیر دیگه الان این فلش نوک اسلحه رو ببینین چون صدا نداره این دوربینه میتونین بفهمین کی تیر میزنه از اون بره ماشین هم ناکن یه فرد دستشو برده بالا داره تیر میزنه میبینی؟ داره تیر میزنه تیر میزنه تیر میزنه اینجا میاد بیرونتر این لحظه دقیقا تیر میخوره مثل اینکه از عقب دارن تیر میزنن تیر میخوره وسط صورتش و اینجا الان از این زاویه دیگه معلوم نیست پشتش میره ولی اینجا بغل لستش با لگر از ماشین پرتش میکنه بیرون همه مغزش باشیده رو سقف و اینا و بلا فاصله بعدش وایفن لوچی و بچه ها اسم ماشین رو میبرن کارواش یه کارواش معتمدی که داشتن تا اون مغز رفیقشون که مرده رو از روی سقف و اینا ورداره دیگه آه کن این پایین رو کن اینجا شروع میکنن تیراندازی اندازی بسه برم تو اون دوربین دوباره این پایین رو نگاه کن بسه کوچیک تر کنم اینجا اینا رو نکن. اینا تیرنده ای اینا کسایی که تو واقعیت کشتن اینو ببین موقعی که تیراندازی رو شروع میکنه فرار میکنن پشت ماشین شروع میکنن تیر زدن اینجا هم تیراشون رو میتونی ببینی پایین و در نهایت اونجا میکشنش داستان خیلی عجیب غریبیه یعنی صحنه این یارو این... این... کسی بود که از ماشین اومده بود بیرون با ای آره داشت تیر میزد و مرد در نهایت داستان خیلی عجیب غریبیه اتفاق خیلی عجیب غریبیه میگم اینقدر حماقت تو همه ور داستان موج میزنه از تصمیم واسه خریدن اون میباخ دیویس هزار دلاری تا اینکه بری رفیقاتو با اسلحه جمع کنی تا اینکه دوباره تصمیم بگیری بری محله دشمنات با ماشین دیویس هزار دلاریت بعد از اینکه بری دنبال دشمنات بگردی دیدیشون پیادهش تیراندازی کنی رفیقت بمیره لگت بزنی از ماشین پرتش کنی بیرون و همه اینا در نهایت منجر به این شد که خود وایفنلوچی به خاطر اینکه یکی از کسایی بوده که این اینتراکشن و باعث به وجود اومدنش شده به عنوان قاتل اون دوستش که به قتل رسیده تو دادگاه داره به سر میبره الان یعنی با اینکه خودش تیری نزد ولی چون توی اون موقعیت بود و یکی از افرادی بود که باعث شده بود اون موقعیت به وجود بیاد اون داره به عنوان قاتل باش برخورد میشه خب یه تونه فرضیه دیگه هست اینو دقیقا نمیدونیم توی پرونده شما بشم کامل بخونم نمیدونم هنوز یعنی رو اینترنت در حال حاضر یا نه ولی من یه یعنی شایعه های اول داستان شنیده بودم که اون کسایی از فورپیف که تیر زدن این دوستش رو نکشتن اون کسی که اون ور ماشین بود داشت چشم بسته از بالای ماشین تیر میزن میگن تیر همون کسی که تو صندلی کمک نشسته بود میگن یکی از تیرای اونی که تو صندلی کمک نشسته بود از پشت میخوره تو سر رفیقش میکشتش اینم حرف با اینم میگن گو... اه... سوال جالبیه که واقعا یه تیری که از روبه رو به اومد کشتش یا تیر یکی از همتیمیاش از پشت کشتش انقدر بی برنامه بودن و انقدر اسمش چیه خودشون هم نمیدونستن دارن چی کار میکنن که میگم امیدی نبود واقعا به این که بخواد موفقیت آمیز پیش بره چیزی ولی اینم تماسیه که همون خونه که جلوش صلیب داشت که مردن سابخونه با پلیس تماس میگیره و راجع به اینکه یه نفر رو از ماشین انداختن بیرون سوراخ صورتش داره میمیره صحبت میکنه داره فورشا رو سانسور کردن داره میگه آمبولانس میکن. واقعا ریده تو خودش انقدر صحنه چی میگه انقدر اون زخمی که توی صورتش بود گنده و ترسناک بود زنه داره سکته میکنه اونی که داره تلفن صحبت میکنه <وعاوسال> میگه همین الان یه نفر از ماشین پرتش کرد بیرون داره میگه چی شد؟ میگه نمیگه اینجا میگه داره واسه زندگیش تلاش میکنه آخرین نفساش بود دوین بود دوین address of the emergency. Baby, can y'all please get an ambulance here? This man is dying. He's shot in the head. Ready he just took in. his last breath, man. What street are you on ma'am? Can you give breath, him the man? give him your location please for the aim is to give him give the guy some I help. Oh, uh, what is this address? اینجا مرد. اینجا داره میگه که بابا این تاز... این آخرین نفسش هم کشید تموم شد. میگه یه help از یه ماشین آویزون بود فقط دیدیم یه happened. لگت زد پردش کرد بیرون حتی تا بیم باز بلا توان لیل همینطوری مرد لیل هم دیگه اونا باز حداقل رفیقاش بلند کردن بردن بیمارستان این همونجا از ماشین تو محله دشمنه از ماشین انداختنش بیرون Can um white a white car truck or suv suv what direction did the suv go? yes his whole body was just hanging out the car you see this <laughs> is the contact they got what این بود که این دادگاه پیش رفت و وایفن لوچی در نهایت وکیلاش تونستن به یه توافق با دادگاه برسن که وایفن لوچی گناهکار شناخته بشه مسئولیتش به عنوان یه نفر که دست داشته تو به قتل رسیدن رفیقش رو قبول بکنه و 20 سال زندان واسش بریده شد یعنی در نهایت اون دادگاه به این منتهی شد که 20 سال زندان واسش بریده بشه ولی 20 سال زندانی که بعد از 10 سال به سر بردن تو زندان 10 سال دوم رو میتونست با پابند تو حبس خونگی بگذرونه و تو یه لولی میتونست به آزادیش امیدوار باشه هنوز کلا خیلی ها میگفتن که نتیجه خیلی مهربونونه یه واسه این کاری که این آدم کرده این هفته یه اتفاق عجیب دیگه ولی افتاد و اون این بود که وایفن لوچی خب یه نامه از سمت فانی ویلیس دریافت کرد فانی ویلیس همون کسیه که یانگ ساگو دستگیری کرده بود و گفته بودش که اگر روز آخر زندگی منم توی آمریکا باشه توی دنیا باشه من یانگ ساگو باز همیشه میندازم زندان این آدمی که این حرف راجع به یانگ میزد الان یه نامه در مده یعنی برای تعریف کردن از وایفن لوچی نوشته که توش خواسته که الان بعد از سه چهار سال که وایفن لوچی تو زندان گذرونده به خاطر رفتار خوبش و نقش کمی که توی اون قتل داشته زودتر آزادش بکنن و از دی ای آتلانتا خواسته که وایفن لوچی رو ببخشن این ها اتفاق اتفاق عجیبیه یعنی وقتی که نکن وا... و... و وایفن لوچی فرقشون چیه؟ جفتشون توی قتل درگیر بودن وایفن لوچی موقعی که قتل اتفاق افتاده توی اون لحظه اونجا وایساده بود توی ماشین یانگ فقط کسی بود که پول داده بود ماشین رو اجاره کردن دوستاش بدون اینکه خودش خبر داشته باشه رفتن یه نفر رو کشتن میگیریش میگم این موقعیت ها اینجوری متفاوته ولی با یانگ دارن مثل الچاپو رفتار میکنن دارن دهنشو میگان وایفن لوچی و همون آدمی که یانگ داره میگاد داره نامه میزنه که زودتر آزادش کنین دیگه بس فکر کنم و اینا سه سال بس فکر کنم این یه شایعه جدیدی رو به وجود آورد این فانی ویلیس این خانومی که اینجا میبینین همین خانومه که راجبش زیاد قبلا صحبتم کردیم سر قضیه یانگ ساگ یه کسیه که حاشیه خیلی زیاد داشته یه کسیه که خیلی جاه طلبه و تو طول زمان تونست به جایگاه خیلی بزرگی به جایگاه های خیلی بزرگی دست پیدا بکنه خب و یکی از دستاوی که از کارهای نوتبلی که انجام داد این بود که دقیقا قبل از اینکه ترامپ کاندیدای ریاست جمهوری شدنش رو رسما اعلام بکنه یه پرونده خیلی بلند بالا علیه دونالد ترامپ گرفتش مطرح کرد ترامپ خوب میدونست که این فقط واسه اینه که تصویر ترامپ رو خراب بکنن و هیچ وقت نمیتونه که از این پرونده به جایی برسه خب ولی ترامپ آدم پتیه ترامپ آدمیه که حتی اگه تو نتونی بهش صدمه بزنی ولی تلاش تو بکنی برمیگرده و جوابتو میده ترام برگشت رو یه چیز عجیب غریب یورو کرد و اون این بود که فانی ویلیسی که الان میبینیم یکی از گنده ترین آدم های دولت آتلانتاست دولت جورجیاست قبلا سوراخفوری پینات بوده همون بلادی که یانگسا کشت که گنده ترین بلاد آتلانتا بود و اوجیه وای فنلوچی بود این آدم فانی ویلیس که الان میگم یه دولت زن میگم بهشون دولت من پراسکیوتر توی جورجیا خب کسیه که دنبال این گنگا میره و این ریکوها رو ثبت میکنه واسه همین به نظر میاد نسبت به وایسل انقدر بدبین و سخت گیره ولی از اون طرف نسبت به وایفن انقدر شل داره میگیره نامه مینویسه که تو رو خدا اینو بگیرید یک سوم کنید واقعا حقش نیست و اینا میگیری چی میگم مثل اینکه قضیه اینه که فانی ویلیس با پینات اینه نکن پینات اتلانتا این پیناته خیلی گانگستر نمیاد این پیناته خیلی گانگستر معروفی بود تو لولی که مثلا با شهردار اینا در ارتباط بود اینه منیجر وایفن لوچی هم بود و یکی از آدمایی بود که مثلا از کرک ارا پولدار مونده بود یعنی تونسته بود از خرید فروش مواد مخدر بیس خودش رو به وجود بیاره و بعد اون پول رو سرمایه گذاری بکنه رو ای مثل یانگ ساگ، مثل وایفنلوچی خود یانگ ساگ هم یه موقعی خایمال این بود واسه اینکه اصلا قبل از اینکه بخواد انقدر پولدار و قدرتمند بشه و بخواد بکشتش ویدیو هست که داره خایمالی پیناتو میکنه ولی میگم تو زمان موقعیت تغییر پیدا میکنه دیگه نه پلاگ پلاک که معنیش تغییر میکنه اصلا موقعیتی که داریم صحبت میکنیم ولی یه موقعی اصل داستان بود دیگه اما میگم خیلی باحاله این رابطه فانی ویلیس و پیناته پیناته میگم یه موقع یکی از دراگلوردای گنده آتلانتا بود به نظر میاد رابطه شخصی این خانومه با اون گانگستری که یانگساک کشته باعث شده که یه معمولیت انتقام سفت و سخت علیه قاتل های دوست پسرش پیش بگیره و اینقدر سفت داره قضیه رو پیش میبره که حتی اگه یانگ به نظرم گناهکارم شناخته نشه این تا دو سه سال دیگه تو زندان نگهش میداره میگیری چی میگم طول میده کش میده قضیه رو ولی از اون طرف مثلا وایفن لوچی که یه جورایی مثل پسر دوست پسرشه میگیری چی میگم وایفن لوچی مثلا نوچه پینات بود از اون طرف با فانی هم رابطه داشته دیگه میام دیگه حتی تلاشی واسه قایم کردن این سوگیریش هم نمیکنه و این سوگیریه باعث شده روایت های خیلی عجیبی کلا توی آتلانتا به وجود بیاد و اینکه ترامپ هم پاش این وسط گیره خیلی جالبه به نظرم. این داستان وایفن لوچی بود خیلی داستان عجیبی بود اگه یانگ ساگو داستانشو سفت دنبال کرده باشین و دادگاهش رو سفت دنبال کرده باشین میفهمین که این حرکتی که این زنه زد چه نامردی در حق یانگ ساک یعنی اصلا اینجوریه که چی میگن؟ انگار مثلا تو دوتا سگ داری یکیشونو فقط چک میزنی به اون یکی فقط بهترین غذای ممکن رو میدی البته مثال خیلی کیری بود ولی اینجوری فرق داره بین دو تا کیس مشابه که اتفاقا کیس وایسل باید کیس آسونتر و ملوتری باشه داره یه جوری فرق میذاره که یکیشونو بعد سه سال داره آزاد میکنه واسه یکی دیگه حبس ابد میخواد فرق داره میذاره دیگه